به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که این سه تا اندیکاتوری که تا الان بهتون آموزش دادیم و خوب رفته باشید، تمرین کرده باشید، دونه دونه یاد گرفته باشید نکاتشو، که الان در کنار هم ازشون نهایت استفاده و بهره رو ببریم. خب اومدم سر وقت ریپل، یکی از رمزارزهایی که نوسانات به شدت بالایی طی این سالها تجربه کرده. گاهن سرمایه گذاران و اونایی که اینو هولد میکنن یا نگهداری میکنن رو تا مرز مرگ و ضررهای به شدت زیاد برده و نمونهش هم همین چند ماه گذشته بود که یه همچین ریزش بدی رو تجربه کرد و خیلی ها رو ضرر زد تا تونست این رو پس بگیره و جبران کرد مسیر رو. حالا میخوایم با هم دیگه رو تحلیل کنیم، ببینیم چه سیگنال هایی میتونیم بگیریم. نکته اول، من اینجا رو عنوان یک سطح خوب در نظر میگیرم، یک سطحی که چندین بار بهش واکنش نشون داده. سطح بعدی که میخوام در نظر بگیرم رو میتونم اینجا داشته باشم، اینجا رو عنوان یک سطح دیگه در نظر بگیرم. سقف بعدیمون هم که اینجا هست. خب توالت لگاریتمی میخوام الان برم و براش کانال هم رسم کنم. اول یک کانال نزولی واسش رسم میکنم. برای رسم کانال نزولی از فیب چنل استفاده میشه کرد. سقف رو به هم وصل کنم، بعد بیام این پایین کفش هم رسم کنم به این صورت. خب همونطور که میبینید هم ناحیه صفر، هم ناحیه نیم و هم ناحیه یک نواحی پربرخوردی بودن و نواحی حالا منهای نیم و منهای یک هم که برامون شکل داده و رسم کرده هم نواحی مهمی هستن. نمونهش همین ناحیه منهای نیمه که با یه برخورد مقاومت شد و قیمت رو زد پایین. بریم کانال سعودی هم براش رسم کنیم. از اینجا میتونیم بگیم تقریبا وارد یه فاز سعودی شده، تقریبا از این نقطه یه همچین کانالی میشه اینجا رسم کرد. سقفش هم اینجا بذاریم، این نقطه. ببینید سقفش اینجا اگه بذارم، میدلاین هم یه میدلاین معتبری میشه. میدلاین ها هم برخوردهای زیادی رو تجربه کردن. خب با توجه به این رسمی که انجام دادم، سطوح مهم رو تقریبا به دست آوردم. سطوح مهم مشخصه دیگه، چشمی هم ببینیم میتونیم متوجه بشیم که چه سطح های سطح مهم هستن. یک سطح این ناحیه هست که هم یک حمایت استاتیکه، هم میدلاین کاناله و هم این سقف شکسته شده سطح صفر هست این ناحیه تقریبا. خب من این ناحیه رو با مستطیل میخوام پوشش بدم و با مستطیل مشخصش بکنم که یک ناحیه حمایتی جالب رو اینجا میتونیم در نظر بگیریم توی این بازه قیمتی به این صورت. خب این شد ناحیه اول. ناحیه دوممون کجا میتونه باشه بچه‌ها؟ نگاه کنید، ما یه سطح استاتیک دیگر رو اینجا داریم که سقف این کانال، مقاومت این کانالمون هم هست. این هم میتونیم به عنوان یه ناحیه دیگه در نظر بگیریم که حالا ببینیم آیا از دست رفته از دست نرفته رو جلوتر با هم مورد بررسی و کنکاش قرار میدیم. خب برای اینکه گیج نشیم و حالا خیلی اذیت نشیم، پس این مستطیله یکم بزرگتر کنم چون اینجا هم دوباره یه همچین ناحیه‌ای هست. برای اینکه خیلی اذیت نشیم این کانالا رو حذف می‌کنم که یکم خلاصه‌تر و خلوت‌تر اینجا بتونیم تحلیلمون رو انجام بدیم. خب ما یه دو تا سطح رو مشخص کردیم که احتمال اینکه ریپل بخواد اینجاها بازی در بیاره هست. سطح اول این سطح مستطیل قرمز هست که هنوز ریپل ازش خارج نشد. اگه ازش بیاد پایین‌تر و بیاد زیرش قرار بگیره، احتمال اینکه اینو از دست بده و تا حمایت بعدی بیاد پایین هست. این شد تحلیل اولمون. تحلیل بعدی اینه که همینجا اینو تازه شکسته. ببینید اینو به تازگی اینجا اینو شکونده، رفته بالا و داره بهش پول بک میزنه. همینجا مجدد تقاضا زیاد بشه و از اینجا بخواد بره بالا. پس ما برای ریپل دو تا تحلیل میتونیم داشته باشیم. تحلیل اول اینه که سطحی که به تازگی شکسته شده بهش پول بک داره میزنه، فرصت خریده، بخریم باهاش بریم بالا حال کنیم. تحلیل دوم اینه که این سطح پایدار نیست، ممکنه شکست اتفاق بیفته، بشکنه بیاد پایین و تا حمایت بعدی بیاد پایین. خب ما این دوتا تحلیل رو و این دوتا سناریو رو براش فعلا متصور هستیم، اما کدوم احتمال بیشتری داره؟ با کدوم بیشتر باید حال کنیم؟ با کدوم بیشتر کدوم سناریو رو احتمال بیشتری بدیم؟ خب معلومه که از اندیکاتورها باید استفاده کنیم و ازشون کمک بگیریم. ما سه تا اندیکاتور رو باهاش آشنا شدیم. اندیکاتور اول
RSI. RSI میارم، اینم RSI چی میگه. خب ببینیم سطح 50 آیا قبلا بهش واکنش نشون داده بوده یا اصلا سطح 50 خیلی اهمیت نمیداد بهش. سطح 50 رو من رسم میکنم. اگه به سطح 50 در گذشته واکنش کمی نشون داده، باید سطح رو عوض کنم، عدد دیگه ای به جای 50 بذارم. اواخر واکنش داشته، اینجا هم واکنش داشته، اینجا خوبه. سطح 50 هم قبلا واکنش داده. پس سه تا سطح مهم ریپل 30 70 و 50 هستن. بعضی از سطوح پرتکرار دیگه، مثلا این سطح 59 یا 60 هم میبینم که ریپل اینجا هم پرتکرار بوده. میتونم اینم اضافه بکنم، اینم میتونیم به تحلیلمون اضافه کنیم، اینم به عنوان یک سطح دیگه در نظر بگیریم. حالا فعلا خیلی باش کار ندارم، فقط به عنوان نکته تکمیلی آموزشی خواستم بهتون این نکته رو عرض کنم. بریم با هم یه تحلیلی داشته باشیم، ببینیم کجا سیگنال خرید داده، کجا سیگنال فروش. خب اینجا واضح واضح سیگنال خرید برای ما صادر شده، با اینکه کندل قرمز بود ولی سیگنال خریدش صادر شد. چرا؟ البته تو کندل بعدی تایید شد، اومد خورد به ناحیه 50، حمایتش کرد، پایین نرفت، 50 اینو زد بالا. خب این سیگنال خریده دیگه، پس اینجا میخرم. آرسای اومد بالا بالا بالا، دوباره اینجا یه سیگنال خرید دیگر رو صادر کرد، ناحیه 70 رو قطع کرد، رفت بالا. همونطور که دید به محض قطع کردن 70 ملت همه ریختن خریدن و رفت بالا و بالاتر. خب این میره بالا، چه اتفاقی میفته؟ باز میاد به 70، 70 رو قطع نمیکنه، پایین نمیاد، حمایت میشه، دوباره میره بالا تا بالاخره اینجا 70 رو به پایین قطع میکنه و سیگنال فروشش اینجا صادر میشه به این صورت. خب پس اینجا یه سیگنال خرید داد RSI، اینجا یه سیگنال فروش داد. فعلا هم داره میاد سطح ناحیه 50. اگه رسید به 50 واکنش مثبت نشون داد، دیدی داره برمیگرده، بخر، چون پول بکش رو تکمیل کرده، قراره بیاد بالا. اما اگه 50 رو از دست داد، احتمال اینکه اینو از دست بده و تا حمایت بعدی بیاد پایین به شدت زیاد هست. پس با کمک تلفیق سطوح با اندیکاتور RSI تونستم یک تحلیل خیلی خوب و جامعی رو اینجا ارائه بکنم. میرم سراغ اندیکاتور دوم. پس اینجا شرط گذاشتم دیگه، اگه RSI زد اومد پایین 50، احتمال اینکه اینو بشکنه بیاد پایین به شدت زیاده. ولی اگر RSIش خورد 50 اومد، دیدیم داره میاد بالا، احتمال اینکه اینم بیاد بالا و رشد بکنه هست، پس میتونم اینو پول بک تلقی کنم و بخرمش. دیگه با RSI چی کار میتونیم بکنیم؟ خط روند رسم بکنیم. چطور خط روند رسم کنیم؟ بذار بزرگش کنم، هالتوتیو بزنم، یک کف، دو کف، سه کف، هم میتونم اینجا بذارم هم اینجا. خب ببینید بچه ها اینجا چی داره میگه؟ احتمال اینکه همینجا حمایت بشه هم هست. حالا اینو از دست داد، اینم از دست داد، دیگه حتما میفروشم. ولی اینو از دست داد اومد اینجا، دیگه میتونم کم کم بخرم. یه دونه خط روند دیگه هم اینجا داشت که اینو از دست داده بود، سیگنال فروش داد کوتاه مدتی، دوباره اینجا اینم از دست داد که اینم شد سیگنال فروش. یعنی اینجا دیگه معلوم بود باید میفروختیم، اما الان دیگه فعلا فروش نداره. تا کی فروش نداره؟ تا وقتی که سطح 50 رو از دست نداده فروش نداره، چون این حمایت خط روندی که رسم کردیم نزدیک 50 هست. دو تا رو بینش در نظر میگیرم، میگم آقا وقتی 50 از دست داد برای فروشش تصمیم میگیرم. این شد نکته بعدی ما. خب حالا برم تلفیقش کنم با اندیکاتور بعدی. مثلا با اندیکاتور حجم میام تلفیقش میکنم، والیومو میارم، میرم تو تنظیماتش، تو ستینگش، میانگینش هم میگم فعال کنه، میانگین متحرکش هم واسم بیاره، خود حجمم میگم مثلا مشکینشون بده که خیلی تمرکز ما رو به هم نزنه، اینم به صورت آبی پررنگ که متوجه روندش بشیم. خب بیایم نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاده. روند حجم رو بیایم بررسی بکنیم. از بازه‌ای که داریم بررسی می‌کنیم، ما از اینجا رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم، همینجایی که با خط آبی مشخص کردیم. خب از اینجا حجم چی بود بچه‌ها؟ حجم افزایشی بود، قیمت هم افزایشی، پس روندمون یک روند صعودی به شدت قوی بود. خب حجم هنوز هم میانگینش افزایشی، ولی خودش کندلاشو ببینید داره کم میشه. ای وای، حجم داره کم میشه. اگه میانگینم دیدیم داره کم میشه میاد پایین، یه هشدار میتونه واسه ما باشه که روند داره جهتش تغییر میکنه. حالا
من میام ATR هم میندازم. پس یه هشدار اینجا دیدم، حجم مشکوکی اینجا نخورده، یعنی ما حجم مشکوکی اینجا خیلی نمیدیم، دو سه برابر میانگین خیلی حجم نخورده، فقط اینجا یک کوچولو زیاد بود که یه هشدار نیمچه هشداری بود، نزدیک سقفم بود که با تلفیقش با آرس آی جلوتر دیدیم جفتشون سیگنال فروش دادن. حالا بیاریم ATR هم بیاریم. خب Average True Range یا ATR داره به ما چی میگه؟ یه مقدار زیادی رو داره نشون میده، نشون میده که از اینجایی که ما خریدیم تا اینجا نوسانات زیادی رو بازار تحمل کرده و ریسکش زیاده و قیمت اینجا پایدار نیست، یا احتمالا نیاز داره یه بازه اینجا خونسا حرکت بکنه تا یکم پایداری پیش بیاره، یا نیاز به کاهش قیمت داره تا بالاخره پایدار بشه دیگه. الان قیمت خیلی رشد کرده، یعنی تو چند روز یهو رو شارپی رفته بالا، پس یا نیاز به خونسا حرکت کردن داره یا نیاز به کاهش قیمت داره. پس من زمانی که ببینم طول یک کندل از مقدار ATR بیشتر شده باشه و RSI هم سیگنال فروش داده باشه میفروشم، چرا که ریسکش زیاده، مقدار ATR خیلی زیاد شده. بیایم ببینیم طول کندلامون چقدر بوده اینجا، مثلا این کندل بزرگه رو اینجا رو بررسی بکنم، اینجا قرمز دیگه، اوپن رو باید منهای کلوز بکنیم. اوپنمون چقدره؟ 1.761. کلوزمون چقدره؟ 1.550. تقریبا 21 صدم میشه. خب طول این کندل ما حدود 21 صدم هست. میام اینجا مقدار ATR هم اندازه میگیرم. میبینم این ATR این کندل چقدر بود؟ ATR این کندل دقیقاً هست 19 صدم. خب مقدارش، مقدار ATR از مقدار کندل کمتره یا کندل از ATR بیشتره، پس نشون میده که کندل قویه و چون روند اینجا یک روند صعودی بوده پیشنهاد فروش میده. پس چی شد؟ اینجا ATR داره پیشنهاد فروش رو به ما میده. پس شاخکامو تیز میکنم، اینجا پیشنهاد فروش داده. ببینیم RSI چی میگه. RSI اینجا هم، اینجا رو دقت کنید، داره 70 رو به پایین قطع میکنه و تو بعدی دیگه کامل قطع کرده. پس چون هم RSI سیگنال فروش داد، هم ATR اینجا سیگنال فروش داد، سیگنال فروش قطعیه. حجممونم حالا یه کوچولو مشکوک هست نیست، کاری ندارم دیگه، آخر رونده دوتا تایید کرده، دوتا تایید کنه کافیه. چون دوتا تایید کرده میفروشم، سیف میکنم یا بیرون. همونطور که دیدید دقیقا اینجا پیوت شد، قیمت اومد پایین، اینجا میفروختی کلی سود میکردی تا به جای اینکه سب کنی بخوای بیای پایین تر. پس ما به کمک تلفیق دوتا اندیکاتور تونستیم خیلی راحت سیگنال بگیریم. بریم به کمک والیوم ببینیم میتونیم کجا سیگنال بگیریم. اینجا حجم رو نگاه کنید، یهو حجم ها زیاد میشن، از میانگین میزنن میرن بالا. خب این یک هشداره، نمیدونم فعلا سیگنال خریده یا فروش، میرم از اندیکاتورها کمک میگیرم. چون اندیکاتور RSI رو به بالا 50 قطع کرده و بالای 50 هست، سیگنال خرید میتونه محسوب بشه و تا زمانی که RSI بالای 50 است من میتونم اینو نگهداری کنم. یعنی اینجا که سیگنال خرید داده نگه دارم، اینجا که 70 رو به پایین قطع کرد میتونستم بفروشم، یعنی نوسان کوتاه و خیلی ریز و کوچیک ازش بگیرم، چرا که حجم مشکوک اتفاق افتاده. یه نکته دیگه تو بحث بازارهای مالی بین الملل باید توجه کنید، شما مثلا تو تایم فریم دیلی میبینی حجم مشکوکه، یا مثلا این اواخر یهو میبینی اینجا یه حجم مشکوکی اتفاق افتاده رخ داده، میای میری تو تایم فریم پایینتر و تحلیل رو تو تایم فریم پایینتر براش انجام میدی و اونجا تصمیم میگیری که چه حرکتی رو بخوای انجام بدی. این هم شد نکته بعدی. پس حجم مشکوک دیدی، لزوماً نمیخواد حجم مشکوک تو همون تایم فریم تحلیل کنی، میتونی تو تایم فریم پایین ترم بری و تحلیل رو روش انجام بدی. مثلا بریم تایم فریم 30 دقیقه‌ای ببینیم این اواخر میتونیم روی حجم نکته پیدا بکنیم یا نه. میبینیم که بله، این اواخر مثلا چند تا حجم مشکوک داره اینجاها اتفاق میفته، ولی حجم های مشکوک که تایم فریم های پایین خیلی قابل اتکا نیستن و گاهن چون مثلا یهو معامله نمیشه، معامله میشه یهو یه نفر میاد سنگین میخره یا میفروشه و مثلا اینجا سنگین فروخته، معلومه سنگین فروخته، این دوتا حجم مشکوک معلومه سنگین فروخته، چرا؟ چون قیمت آورده پایین. زمانی که حجم مشکوک باعث کاهش قیمت بشه به این معناست که یه نفر داره سنگین و قوی میفروشه. یا اینجا حجم مشکوک داشتیم باعث چی شده؟ قیمت رفته بالا. تو ناحیه حمایتی هم بوده دیگه، این خط استاتیک حمایت ماست، چون تو ناحیه حمایتی بوده حجم مشکوک خورده، ما اینجا می خریدیم
سیگنال خریده دیگه، ناحیه حمایت حجم مشکوک، یعنی افراد اومدن قوی خریدن، هر چی فروختن اینا خریدن، قیمت آوردن بالا، این میشه سیگنال خرید. RSI هم اینو تایید کرده، یعنی RSI هم سیگنال خرید داده. طول این کندل هم حساب بکنیم احتمالا از طول ATR هم بیشتر باشه که هست، یعنی هر سه تا اینجا سیگنال خرید رو برای ما این تو این ناحیه و تو این قسمت صادر کردن. بیایم این اواخر رو بررسی بکنیم بچه‌ها، ریپل رو اینجا ببینیم. خب تقریبا میشه گفت تو ناحیه حمایتی ما هست دیگه، این خط آبیه ناحیه حمایتی مون بود که با هم رسم کرده بودیم دیگه، اینجایی که الان قیمت داره نزدیک بهش میشه ناحیه حمایتی ما بود. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ حجم مشکوکی داشتیم، حجم از میانگین به شدت بالاتر بوده و نکته بعدی قیمت رو به بالا هدایت کرده. سوال بخرم یا نه؟ خط روند نزولی رو اول براش رسم میکنم اینجا، پس یه خط روند نزولی میتونم بکشم، این یه دونه تونم این. من اگه بخوام بخرم، زمانی میخرم که این خط روند نزولی رو به بالا بشکنه، شکون میخرم، تعارفم ندارم. چرا؟ چون ناحیه خطرناکیه، دیدیم که ممکنه این حمایت رو از دست بده تا حمایت بعدی بره پایین، احتمالش هست، یعنی اینو از دست بده تا اینجا بخواد بیاد. خب مقدارش زیاده دیگه، ما چون نوسانگیر هستیم این ضرر رو نمیخوایم به خودمون تحمیل کنیم، حمایت استاتیک بعدی اینجا مثلا یه حمایت دیگه هست، خطرش زیاده. پس صبر میکنم، میسنجم، آنالیز میکنم، زمانی وارد معامله میشوم که این خط روند رو به بالا بشکنه، خط روند نزولی رو که شکوند اینجا میخرم. پس اگه بخوام توی ریپ پوزیشن بگیرم، اگه بخوام لانگ پوزیشن نوسانی بگیرم، اینجا میگیرم زمانی که اینو بشکونه و به شدت هم معامله کوتاه و کوچیک نوسانی میگیرم روش، چون فعلا نزولیه. یه همچین معامله، حالا حد ضررش هم بیاریم بالاتر، معامله نوسانی خیلی کوچیک، 2% سود رو ازش میگیرم، حالا مثلا با اهرم 5 مثلا 10% سود میتونم به دست بیارم. یه همچین معامله خیلی ریز نوسانی روی ریپل میتونم ایجاد بکنم. و اگه نتونست اینو پس بگیره، دیدم باز داره میره پایین، احتمال اینکه اینو از دست بدهد هست، و اگه از دست داد باید با کمک اندیکاتورها ازش سیگنال های دیگه بگیریم. اگه دیدیم اندیکاتورها هم دارن سیگنال فروش میدن، ما هم برای فروشش مصمم میشیم. خب من اینجا یه پوزیشن باز کردم، چه زمانی مصمم میشم که پوزیشنم رو قوی تر بگیرم؟ زمانی که RSI 30 دقیقه ایم سطح 50 رو به بالا قطع بکنه، فعلا که نتونسته این سطح بیاد بالاتر. پس اگه نوسانم بخوام بگیرم تو تایم فریم پایین تر، فعلا مناسب خرید نیست. چرا مناسب نیست؟ چون هی داره سقف پایین تر شکل میده، یعنی یه همچین سقفایی رو داره پایین تر شکل میده به این صورت. اینم سخفه، اینو نتونست بشکونه، یه شکست ناقص بود، دوباره اومد پایین. پس زمانی که اینا رو به بالا بشکونه، این ناحیه رو به بالا بشکونه و یا قیمت اینو رو به بالا بشکونه، سیگنال خریده. اگه نتونست اینا رو بشکونه و داشت دیدیم داره میاد پایین، سیگنال فروش برای ما تلقی میشه. اینم از بحث تلفیق اندیکاتورها با هم دیگه و ساخت استراتژی های معاملاتی. حواستون باشه برای تایید روند صعودی نیاز به تایید دو تا اندیکاتور دارید، یعنی شما مثلا یک سیستم معاملاتی دارید سه یا چهار تا اندیکاتور توشه، شما میای میگی خب این سطح مثلا شکسته شد، برای شکست این سطح نیاز به تایید اندیکاتور هم داری، یعنی شما میگی خب چون این سطح شکونده، اینجا رو شکونده، باید صعودی بشه. زمانی حرف درسته که اندیکاتور هم حرف تو تایید کنه، یعنی اندیکاتور هم 50 شکون حرف تو تایید کرده، میگه ایول من میگم صد شکسته شد سعودی شد، اندیکاتور هم میگه درست میگه سعودی شد، پس سعودی میشه و من میتونم اینجا بخرم. ولی اگر نتونست این سطح رو بشکونه، مقاومت نشون داد که سطح رو بشکونه و اینو فرستاد پایین، عرضه زیاد شد بفرسته پایین، میگه خب چون نتونسته سطح رو بشکونه میاد پایین، قیمت افت میکنه، اندیکاتورم باید اینو تایید کنه، اندیکاتورم دیدی داره میاد پایین، بس متوجه میشه که بله دیگه قراره که قیمت بیاد پایین. و معمولا از دو تا اندیکاتور برای تایید استفاده میکنیم. حالا فعلا چون تعداد اندیکاتورهایی که یاد دادم خیلی کمه، شاید فعلا نتونید از دو تا اندیکاتور تایید بگید، ولی قسمت های بعدی رو ببینید خیلی راحت میتونید از اندیکاتورهای دیگه هم روند رو تایید بگیرید. اینجا مثلا حالا طول کندلا رو حساب میتونید بکنید بسنجی، یا مثلا حجم مشکوک رو بسنجید. این حجم فعلا خوبه،
باعث افزایش قیمت شده. اگه بتونه عبور بده دیگه سیگنال قطعی حجم میتونی روش حساب بکنی. امیدوارم این سیستم معاملاتی براتون جذاب بوده باشه. سیستم معاملاتی تقریبا میشه گفت کم ریسکه و بازدهی خیلی خوبی رو تو بازارهای مالی میتونه براتون به همراه داشته باشه. به شرطی اینکه خودتون بالای معاملاتتون باشه، حواستون باشه، تمرین کنید و یاد بگیرید. اگه جایی براتون ابهام‌آمیز بود، نیاز به سوال بیشتر داشتید، اول خواهشاً تمرین بکنید، چون تا تمرین نکنی یاد نمیگیری. بعد اینکه تمرین کردی، چند تا رسم کردی، چند تا اشتباه کردی، دو تحلیل اشتباه کردی، بیاین پشتیبانی و سناریوهاتون رو بنویسید. مثلا میگید آقا من سناریوم اینه، اگه اینو بشکونه، اینو بشکونه، اندیکاتور اینو قطع بکنه، سیگنال خریده. بعد ما تو پشتیبانی میگیم که آها، تو خوب یاد گرفتی یا خوب یاد نگرفتی. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. منتظرتون تو ویدیوهای بعدی هست.